أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادر بسا بزرگوار محترم اختر صافی آیت رئیسه دوستان عزیزان ارجمندان نور چشمان هموطنان بسا بسیار عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکات اولتر از همه سلامات احترامات افغانای مقیم شهر کرسنادار، نوایی کرسنادار و جمهوری دجستان روسیه را خدمت هر فرد شما تقدیم میکنم. به ما جای افتخار است. شکر الحمدلله به پیش روی یک کتله روشن فکر. کتله با احساس. یک کتله که همیشه خواهان و کوشای ازی بوده که کمک، همدردی، همنوایی خود را به یک بیچاره، بینوا و محتاج عرضه بداره فیرن قرار دارم و در اتو یک وقت بسا اساسی که افتخار دومین بعد از تأسیس و برگزاری کانفرانس بین‌المللی که در شهر مسکو یعنی بار اول در ماه جولای صورت گرفت و ثمریش انشاءالله امروز میبینیم که باز هم وطندارای ما، عزیزای ما، دوستای ما جمع شدن انشاءالله چیزی که دو رضای خداست که عبارت از وحدت است، توحید است، اتحاد است، اتفاق است انشاءالله این شعار را به پیش بگیریم و تماما افغانها هم از پشتون و تاجک و ازاره و ازبک این دو و همه کسایی که نورستانی و پشهی هر کس که از افغانستان است، اولاد او خاک است، انشاءالله یک جا شده بس خاطر تشکیل یک انجمن سرتاسری در اینجا انشاءالله خیر مقدم گفتیم و قد علم کردیم. ما اولا که ای از یعنی جمعوری بسا بسیار پر افتخار و بسیار بزرگ خب به هر شکلی که بوده باید به ای آمدگی بسا آمدتر بزرگ هم گرفته می شد اما زندگی ما را شکل آموخت وقتی که اینجا تمیم سه اخلاص صحبت کردن بسیار موضوعات بسا اساس اونا گفتن چیزی باز که این دوی ما بالا میشه بعد از هر کلمیش انشالله میگه یعنی چیزی باز که از هر ملت ما در اینجا نماینده بالا میشه او از محبت خود را اخلاص خود را در برابر افغان افغانیت وطن خود و وطندارای خود ابراز میکنه زیبا دیست که انشالله ما چیزی که در گذشته داشتیم از او چی بکنیم؟ صلوات بگوییم خلاص تمام هر وقت میگه مایی را از آب بگیری تازه است که انشالله آل ما باید نیت بایی بکنیم که بر علاوه تماماً نادیده گرفته تماماً ایدئولوژی های ما که خلقی است که پرچمی است که اخوانی است که طالب است که چی کاری است همه را یک طرف گذاشته چرا که 30 سال جنگ در افغانستان 35 سال اینمی دستاوردها را داشته که مردم از روی مجبوریت به طرف می گروه ها رفتن از روی مجبوریت یک به یک کارا دست زدن نه از روی شوق و علاقمندی جبران سر بسیاری کسا بسیار چیزا تحمیل شده اما کسایی که اینجا ما به پیش روشان استاد هستیم کسایی هستند که یعنی استادای ما در اینجا قرار دارند کسایی هستند که یک وقت برادر ما پیشتر گفتند که شما رهبری افغانستان را به دوست داشتین بله ما همه ما شما در اینجا آمدیم ما را به شکل اماتور لوبالی کس روان نکرده بود اینجا همه که شکر دارای تحصیلات عالی هستند کسایی بودند که اینجا از خاطر یک احساس آمده بودند که به وطن خدمت بکنند به وطن جان خود نثار بکنند و ملت بیچاره و غریب و فقیر و در بدر و خاک بستر او افغانستان را کمک بکنند همدردی و همنوایی بکنند اما متاسفانه که شرایط شکل آمد که او آرمان هایی که ما و شما داشتیم هم از انجینیر ما هم از دکتر ما هم از معلم ما هم از پیلوت ما هیچ کدامش نتانست که در افغانستان آرمان های زیبای واقعی خود چیزی که میخواست خدمت به مردم ملت افغانستان بود او را در روز انجام بده بس وقتی که با شکلی که خداوند ما را آل امیج در این کشور در کشور روسیه جا داد چیزی که خداوند در قرآن میفرماید در جایی که او را متعین میکنم به بنده خود که به کجا برش روزی بفرستم کجا برش حیات بتم و کجا جانش بگیرم یعنی ما
اینمی سرنوشت ما، خداوند ما را در روسیه اینمی جا برای ما آب و دانه و کار و سایه زیست و همه چی در اینجا خداوند مهیا ساخت. پس ما باید واقعا این ارزشش را بدانیم و واقعا بیاین که یک جا شویم. باور بکنین ما سال 96 1996 انجمن افغان ها را در شهر کرسنادار تاسیس کردیم. بسیاری از شما از این انشاءالله با خبر هستین که نه تنها ما کمک ما به شهر کرسنادار و به نواییش، بلکه به اطراف شهر کرسنادار و نوایی کرسنادار افغانایی که زیست میکردن چی کردیم؟ خدمت کردیم. خاطر ازی که به نام افغان هر کس که مراجعه کرده ما به او خدمت کردیم، خاطر ازی که یک روشنایی را دیده البته مراجعه کردن. بسیار ما همیشه تأثیر میکردیم که در شهر بسا بزرگ، جایی که سیاست جهان در اینجا ببینید که مورد بحث قرار میگیره که شهر مسکو است، در اینجا چی حالت داره افغانای ما. یکی از دیگر دور، یکی با دیگر دشمن، یکی دیگر بد بگو، رد بگو، دیگر بگو. اما آل افتخار میکنیم که انشاءالله این احساس نیه که او از اعتداد از وطندارا و عزیزا و دوستای ما انشاءالله شعلور شد که امروز دست با هم دادن با یک صدا، انشاءالله میخواهند که یک انجمن سرتاسری افغانها را در مرکز روسیه، در روسیه فدراسیون در اینجا تشکیل کنن و تأسیس بکنن. ای بالا بسا به ما افتخار است که انشاءالله ما از خود تلویزیون داشته باشیم، ما از خود روزنامه داشته باشیم، ما از خود گزارشات داشته باشیم. ما باید یکی دیگر در پرده های تلویزیون ببینیم. ببینیم در کشورهای غربی در هر جا 2-3-4 هر کشور به خود 3-4 کانال داره افغان ها، موضوعات کلتوری خود را، موضوعات فرهنگی خود را، موضوعات دینی خود را، همه چیزهای خود را اونا میتونن انتشار بدن. اما متاسفانه ما در اینجا هیچ چیز نداریم. ما یک فوند بسیار عادی هم نداریم که حتی کمکی که بکنیم به وطن یا به میجه به یک بیچاره و بیوز نمیتونیم که امور به یک جا برسانیم. پس ای گپ بسیار وقت با صورت میگرفت. ما در طول از سال 90 به این طرف در طول 20 سال ما چی کردیم؟ ناوقت کردیم. اما باز هم از خداوند شاکر هستیم که امروز دست به کار دست به این زدیم که انشاءالله این انجمن تأسیس شود و انشاءالله ما یک وحدت سرتاسری داشته باشیم، واقعا ما یک هویت برجسته و والا داشته باشیم. تا چی وقت ما را تنها در رینک ها بشناسند که ما افغان هستیم تنها در رینک؟ چرا ما از خود دیپوتات نداریم؟ چرا ما از خود کسایی نداریم که در سطح های بالا باشن؟ ما خدمتتان عرض میکنم که ما افتخار نماینده تمام مسلمان های نوایی کرسنادار را دارم. ای افتخار میکنم که هر جا که میرم مرا به صفت هویت افغان میشناسن، بعد یک مسلمان میشناسن. البته باید کوشش ازی باشیم که اطفال ما در آینده چی خواهد برای ما گفتن. زبان پشتو، فارسی، ازبکی، ازارگی همه را فراموش کردن. طفلای ما روز تا شام خیر تمام مصروف کارهایی هستن که هیچ بر به ملیت ما، به دین ما، به آیین ما نمیخوره. پس بله، در هر کشور، در هر جا که قرار داریم، ما باید اولترین چیزی که بتانیم او را حفظ بکنیم او زبان ماست، کلتور ماست، کلچر ماست، دین ماست، آیین ماست، رسم ماست، رواج ماست، که بعد از این بفهمیم که بگوییم که ما افغان هستیم. افغانیت به این نشد که در سر ما ختم شود. اولادای ما اینمی علاوه بسیار مشکلات، فعلا بسیار مشکلات، یعنی بسیار عظیم مقابل هستند که عبارت از درس است، تحصیل است، مثلا زبان خود، کلتور خود، کلچر خود و فرهنگ خود همگی فراموش کردند. پس به این حساب هرگاه انشاءالله این رقم یک سازمان سرتاسری، سازمان یعنی که فعلا نام از یعنی سازمان سرتاسری که گواهی سمبول وحدت ملی تمام افغان ها را میتر، انشاءالله وقتی که تأسیس میشه بفهمین که هر کسی که در اینجا زندگی میکنه و نامش افغان است، باور بکنین زنده میشه، او حیات پیدا میکنه. خاطر که امروز افغان های ما و شما بسیار مظلوم و بیچاره هستند. اینا هیچ توان هیچ جا صدا ندارن، اینا نمیتونن هیچ جا حرفی از خود بزنن، از حق حقوق خود دفاع بکنن، چیزی بگوین. و همین شکل هم براتان بگویم که حکومت روسیه هم به ما ضرورت داره. پس وقتی که ما یک دوست استراتژی و یا اگمسای استراتژی روسیه بودیم و هستیم، افغانستان موقف خود در طور تاریخ گم نکرده. این مفت نیست که امریکای ها اوجا در اوجا سر میتن، انگلیس ها در اوجا سر میتن. تاریخ افغانستان هم همین با شما و ما بسیار روشن است. و مسکو